بسم الله الرحمن الرحیم مرز سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان من یه عذرخواهی اول بکنم بابت ناهنجار بودن صدام و اینم عرض بکنم که در واقع از قرنطینه این صوتو دارم برای شما ضبط میکنم هم الحمدلله دیگه تموم شده و در واقع حالم رو به بهبودیه و نتونستم خیلی نسبت به اتفاقاتی که ایام افتاد واکنش مناسب بخوام نشون بدم و در حد یک توییت از دستم برمی اومد در فرصت های پیش رو خدمت شما عزیزان هستم یکی از که شاید ذهن عزیزان رو درگیر خودش کرده باشه و اینکه حالا چه احتباطی میتونه با کشور ما و منافع ملی ما داشته باشه بحث اوکراین و اینکه الان در واقع موضوع اشتاقه من چند تا نکته رو میخوام خدمتون عرض بکنم ببینید ما شوروی رو وارث بلوک شرق و اگر در واقع اون جهان دو قطبی سابق ببینیم که کمونیستا به سردمداری شوروی در مقابل <تص> خدمتتون ارز بکنم آمریکا اه... کا... ها و سرمایه دارها سردمداری امریکا ایستاده بودن بعد از فروپاشی شوروی آمریکا عملا اقدام به محاصره روسیه که وارث این قدرت بود انجام داد یه پیمانی غربیا و نظام سرمایه داری پیمان های متعددی داشتن منتها مهمترینشون پیمان ناتو بود که بیشتر کشورهای همین غربی و اروپایی عضوش بودن این در مقابل پیمان ورشو بود که در لهستان در واقع این پیمان شکل گرفته بود و موضوع اصلیش هم مقابله با نظام سرمایداری بود و با محوریت کار نظامی دعیه پنجا میلادی شکل گرفت پیمان ورشو از خود شوروی که خودش الان چندین کشور شده دیگه که یکیش روسی است تمام این استان های معروف مثل قزاقستان و آذربایجان و نمیدونم <تصفح> تاجیکستان و همین اوکراین و بلاروس و نمیدونم چه و چه بعد لهستان بود بخشی از آلمان و آلمان شرقی بود جمهوری چک بود بلغارستان و رومانی و آلبانی و مجارستان و بعد از فروپاشی شوروی حتی قبل ترش مثلا آلبانی خیلی زودتر خارج شد آرام آرام اینها جدا شدن تا اینکه آلمان شرقی و غربی که یکی شدن اروپایی ها تعهد کردن که ناتو رو حتی یک این دیگه گسترش ندن به سمت مرزهای شوروی اما خب به پیمان خودشون وفادار نموندن عملا جهان تک قطبی شده بود دیگه رقیبی هم مثل شوروی نبود اما آمریکا برخلاف اصلا در واقع مسیر امریکایی همیشه همینه در تاریخ جالب از سه چهار سال پیش سایت امریکایی فیلم کار امریکایی باید باشه یه آماری داده بود که از دیویست و سالی که از تشکیل حکومت آمریکا میگذری از همون 1776 خدمت شما عرض بکنم امریکایی ها دیویست و بیست و سه سالش تو جنگ بودن یعنی حالا بگیم 220 سال از فکر کنید یه یعنی همیشه تو جنگ بوده اصلا منافع امریکا و با, با جنگ تعریف شده و با پیمان چکن اون چی که شما تو برجام میبینید چیز عجیبی نیست یعنی فقط حماقت محض بود یه نفر با یه همچین کشوری که همچین سابقه در بعد اهدی داره بر و اینقدر در واقع بدون اون زوابط لازم و اون تعییدی های لازم قرارداد ببنده که دیدیم نتیجه چی شد ببخشید خب اینا قول دادن بودن یک اینچ هم سمت روسیه نیان و اما آمدن بعدها بیش از ده کشور از کشورهایی که قبلا تو در واقع اروپای شرقی بودن تو روسیه بودن اینا عضو ناتو کردن الان اومدن سراغ اوکراین که دیگه رسما مرز داره با روسیه و میخوان در واقع اوکراین رو هم عضو کنن <تص> و این در واقع خط قرمز روس است. خط قرمز از این جهت که اگر این رو بپذیره و اقدام نظامی نکنه تمام فردا منتظر باشه بلاروس و اینها هم به مرور زمان عضو بشن چون امریکایی ها اول کار رسانه میکنن کار اقتصادی میکنن کار رسانه میکنن انقلاب رنگی اونجا را میندازن حمایت مردمی رو خودشون میرن و <applause> نهایتا اون کشور رو از در واقع اون هویت اقماری که دور روسیه داره خارج میکنه روس ها هم میدونن که اگر وارد درگیری بشن آمریکایی ها دنبال همین بهانن دنبال درگیری نظامی هن از یک جهت که تحریم های سخت اقتصادی بر روسیه بذارن اگر وارد نشن که مسئله برشون بسیار جدی و هویتیه یعنی رسما ناتو اومده لب لب مرز اینها یعنی ببینید ناتو نه تنها اون کشورهایی که قبلا بودن و پس گرفته الان اومده کشورهایی که عضو شوروی هم داره میگیره این شوروی سابق خب این دردآور برای روسیه و غیر قابل پذیرش خیلی برای من مهم نیستش حالا اینجا مثلا روسیه چه اتفاق میفته آمریکا چون اون چی برای بنده مهمه در واقع در درجه اول کشور خودمونه اما خب اگر این همچین درگیری شکل بگیره چه اتفاق میفته من قبل اینکه اینو بگم دو تا نکته دارم از اینجا حرفم خیلی مهم میشه میخوام خوب نهایت بکنید شاید جای دیگه گیرتون نه ببین اوضاع امریکا از نظر اقتصادی تو دوره بایدن اصلا خوب نیستش تورم اخیر اینها چهل درصد هم رد کرده از میخوام تورم اخیر اینها در چهل سال گذشته چهار دقیقه 1980 1982 دو سه اینا بی سابقه بوده تا الان اوز آمریکا این خیلی خوب نیست از نظر اقتصادی اگر جمعش نکنه به رکود خواهد رفت و در واقع در 14 دهه گذشته از 1982 بعد همچین تورمی سابقه نداشته الان کار به جای رسیده روی بسته های گوشت مواد غذایی توی امریکا این تگ هایی که میذارن که ضد سرقته و روی لباس ها بوده قبلا مثلا نام اسمش چیه خدمت شما عرض بکنم از اونا دارن میذارن و دولت بایدن یعنی مشکلات جدی عدیده داره از طرفی اگر قیمت نفت همینجوری بره بالا خوب دقت کنید قیمت انرژی بره بالا این اوزا رو خرابتر خواهد کرد شاید یه سوالی براتون پیش بیاد که مگه آمریکا خوش دارنده نفت نیست چرا داره اما آمریکا بزرگتر مصرف کننده نفته یعنی اون چی که مصرف میکنه خیلی بیشتر از اون چیزی که در واقع تولید میشه یه برهه بود که اینها میخواستن شیل های نفتی رو مغرون به صرفه کنن شیل های نفتی چند بار عرض کردم به نفت میان سنگی میگن یه تکنولوژی بالایی میخواست و باید نفت بالای 50 دلار دلار می بود تا مغرون به صرفه بشه اینا برمی روغن و تکه های سرامیک رو تزریق میکنن لای این صخره ها این روغن فاصله میداد به این قطعات سنگ به هم وقتی روغن دوباره تخلیه میشد این تکه های سرامیک بین این سنگ ها میمون و در واقع میشد نفتو رو از بین این سنگ ها راحت تر استخراج کرد توی سال هایی که اینا نفت و به همین بهانه در دولت زمان ما میشد دولت های احمدی نژاد بالا بردن که <applause> 120 دلار اینها هم <applause> رد کرد این رویه مغروم به صرفه شد و اقتصاد شکرف الان دیگه اینطور نیست یعنی الان نفت میان خیلی با قیمت پایین تر از 50 دلار هم مغروم به صرفه است الان اگر امریکایی ها <applause> قیمت نفت رو با این نیارن بیچاره خواهند شد ببینید ترامپ نزدیک سه تریلیون دلار عدد کوچیکی نیست سه هزار میلیارد دلار و بایدن هم تقریبا همینقدر دلار چاپ کردن و بخواد روند افزایش قیمت انرژی همینطور بالا بره اینا بیچارن فلزا شما یه حمله پهبادی توسط یمن به ابوظبی میبینید اما اون چیزی که در بطن ماجرا داره اتفاق میفته یه محرکی برای افزایش قیمت نفت و الان نفت بالای 90 دلاره و اگر بخواد همینجوری پیش بره من 120 دلار هم پیش بینی میکنم اگر بخوان اینطور پیش بره الا اینکه ورا برگردن اونها هم راههایی دارن مثلا یکیش همین کروناست اگه خاطرتون باشه حتی یه بار نفت رو انقدر ارزان کردن تو همین دو سال کرونا که روی کشتی ها عملا قیمتش منفی شده بود یعنی اجاره کشتی هم طرف فقط فقط میداد <تصفح> یه باز یه سویه جدید رو نمیدونم یه قصه جدید رو یه چیزی درست بکنن باز خب حالا هر گونه پس تنش در کشورهایی که بحث انرژی دارن الان اینجا قصه مهمیه و میدونیم که اوکراین هم دروازه صادرات گاز روسیه به است. هر گونه تنش در اونجا انفجار در لوله های گاز اونجا هر گونه تنش در خاورمیانه. حتی اگر شما میبینید ما شاهد مذاکره مستقیم هستیم بین ایران و عربستان من بنده معتقدم این فشاری که امریکایی ها به عربستان آوردن برای اینکه یه ای وقت تنشی یه وقت دوباره پهبادی به آرامکو اینا نخوره که امریکایی ها رسمن بیچاره خواهد کرد یعنی اونها دارن به سعودی ها فشار میارن که با ایران مذاکره داشته باشه البته خب خود سعودی ها منگیزه دارن و نیاز دارن سر ماجرای یمن گیر کردن و میدونن بدون عنایت و گوش چشم و نظر ایران عمرن کارشون در واقع حل نشه در واقع اون دوره گذشت که یه روسا و انگلیس و آمریکایی ها بیان بشینن توی ایران با همدیگه مذاکره انجام بدن و بلنشن برن و نه الان منطقه و حتی یک سری اتفاقات بیرون از منطقه و جهانی به اقدامات ایران در واقع وابسته است خب طبعا جنگ اوکراین و روسیه این مسئله رو تشدید خواهد کرد اینا حتما لحاظ بکنید و در واقع قیمت گاز و انرژی رو بالا خواهد برد بالاخره میدونید اینها دعواییه که فراز و نشیب داره و معایب مزایا داره از سمت دیگه آمریکا همیشه برای نجات اقتصادش هر موقع این طور میخواسته تو رکود بره یه جنگ را نخت اینو بدونید جنگ و ترسی که آمریکا در دنیا راه میندازه از جهاتی براش نجات بخشه <تصفح> چون وجود آمریکا با نظام گریشه این همم هم که میبینید که کشور اروپایی رو داره میترسونه از روسیه و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اتحادیه اروپا را آورده وسط و ناتو را آورده وسط و هر روز داره اعلام میکنه آقا برید از اینجا خارج بشید نمیدونم فلا این ها یه سری بازی درواقع در واقع اقتصادی و اون جنگ افروزانه آمریکایی هم هستش پس برای آمریکا جنگ منفعت داره اما جنگ در کجا و تا چه حد پیش بره و قیمت انرژی رو چقدر جابجا جا کنه جا و اینکه آمریکا در مقابل مثلا بالا رفتن قیمت انرژی چه راهکارا و ابزارهایی داره بتونه قیمت نفت و انرژی رو دوباره بیاره پایین این وقتی در مورد که روسیه چیکار خواهد کرد بگیم اگر روسیه اگه مستقیم مورد جنگ بشه میدونه که تحریمش خواهند کرد و دوست نداره تحریم بشه راهکار اینه که یک درگیری نظامی در روسیه در اوکراین شکل بگیره ها اول وارد بشن بعد روس ها میگن ما هم وارد شدیم اون موقع دیگه در واقع از تحریم هم خودشون نجات میده و من فکر می کنم اینطور باشه که همین جدای طلبان و روس طلب روس تباران درگیری رو شروع بکنن وقتی غربی ها اومدن کمک دولت مرکزی اوکراین این طرف هم روس ها وارد بشن که دیگه تحریم هم در امان باشن یه چیز عجیب خدمتون بگم شاید باورتون نشه خب روسیه برای اینکه بتونه این کار رو انجام به نیروهای شبه نظامی نیاز داره این نیروهای شبه نظامی که بتونن عملا یعنی در واقع نه ارتش روسیه باشن و اما از اون طرف هم خب حرف داشته باشن جالب یکی از دوستان برای من تعریف میکرد که در سوریه گفت من اونجا چند تا شیعه دیدم که و اینها در واقع حسینیون جمهوری آذربایجان نبودن و از طریق ارتش روسیه اعزام شده بودن و خیلی برام عجیب بود گفتم شما کی هستید گفت ما اهل جمهوری آذربایجانیم اما بر روسیه داریم می جنگیم. میگه باش صحبت کردم ببینم سنی شیعه است میدم شیعه است گفتم دیدم متوجه شدم اینا تالشی های جمهوری آذربایجان هستن که روسیه از این ها داره استفاده میکنه یعنی از این مدل ها در واقع دستگاه امنیتی روسیه خوب بهره میبرن در جالب مثلا همینجا یه نکته عرض بکنم <applause> <applause> اینکه جمعیت تالشی ها در جمهوری آذربایجان میلیونیه <applause> و 989 درصد هم شیعه هستن و عاشق ایران و جالب جمهوری اسلامی <applause> نه که ایران دوست داشته باشن حالا جمهوری اسلامی رو علاقه نداشته باشه انقلاب هم. نه و عموما مقلد رهبر انقلاب <applause> خیلی عجیبه هیچ برنامه جمهوری اسلامی بر اینا نداره در عین حماقت هیچ برنامه بر اینها نداره بارها اعلام کردن که حاضرن جدا بشن و به ایران بپیوندن اما متاسفانه سر همان قضیه که بارها من عرض کردم قبلا هم فکر می‌کنم حالا صوت بود یا تصویر براتون پر کردم اینا <applause> از اونجا که پرونده جمهور آذربایجان دست یک جریان ناکار آمده در طول این سالها و یک طرفه اصلا ایران هیچ کاری با اینا نداره انقدر اینها پالس برای جمهور اسلامی فرستادن و پاسخ نگرفتن فکر کنید برای حضور در سوریه رفتن دست به دامن روسا شدن نه این خب خیلی در که از یه رزمنده شیعه برای اهداف روسیه بخواد استفاده بشه این میگم روس ها بلدن از ظرفیتشون استفاده کنن بالاخره اینا وارث شوروی ان سالها جنگ سرد با آمریکا انجام دادن در عملیات روانی و رسانی از ما در واقع قوی تر هستن در مقابل غربی ها حالا اگر این درگیری شکل بگیره چه اتفاقی میفته من خب من خودم مثل هر مسلمون دیگه از جنگ خوشمون نمیاد و دوست نداریم بالاخره جنگ همیشه نمیشه آدم رو کرد حتما توش بیگناه کشته میشه کودک کشته میشه کلی سرمایه های مردم از بین میره اما به فرض که حالا ما هیچ نقشی هم نداریم نمیتونیم جلوش بگیریم اما این درگیری اگر شکل بگیره برای ایران حالا بالاخره معایب مزایای داشت اولا من اول از بدیاش شروع کنم بدیاش اینه که سهینیستا فرصت در واقع چون آمریکا درگیر روسیه میشه خرابکاری های در مورد ایران رو دخواهند چون الان مواردی است که ها یا اسرائیل رو دارن کنترل میکنن یعنی دو تا مسئله است که اسرائیل دست با خطا یکی خود قدرت ایران و پاسخ های که ایران داره میده خب شما میبینید دیگه الان تقریبا روزی نیست در رژیم سینیستی تیراندازی درگیری در مناطقی که سینیستا دارن زندگی میکنن نباشه اونا همه اینا رو از چشم ایران میبینن دیگه دیگه نزدیک دیمونا موشک خورده یه پیام از این آشکارتر برق فلان شهرشون قطع شده نمیدونم چندین انفجار رو میدونم فلان اینجوری نیست که فکر کنید اگر اینا مثلا چیه پایگاه پایگاهی در سوریه بمباران میکنن پاسخ نمیگیرن پاسخ میگیرن منتها سیاست ایران این نیستش که بخواد خیلی داد و بیداد کنه و تو بوق کردن نکنه نه سیاست ایران فعلا بسته در منطقه است پهن شده تو خاورمیانه فعلا میخواد شما کم بکن وقتی کامل تثبیت شد بعد اونو باید تقویت بکنه کار درستی هم هستش اما اینکه حالا چرا از نظر رسانه اینا رو نمیگه نمیخواد شاید مجموعه جهانی رو به نفع سهیونیست متحد بکنه و از این جهت هم بلد نیستن ما نمادی ولی خیلی توضع رسانه زعیفی ما حداقل برخی از این پاسخ چیز داره دیگه مصرف داخلی داره میشه بر مردم خودمون گفت و در مقابل این حجمی که آه اسرائیل اونم بارها بمباران کردن اونم ال کردن بل کردن و پاسخه نگرفتن اینجوری نیست شما اخبار حوزه رژیم سینوس نگاه کنی روزی نیست اینا درگیری نداشته باشن روزی نیست و کار به جریسی که اینا حتی در برخی از کشورها مثل کلمبیا و آرژانتین اینا دنبال زمین جایگزین برای کوچ هم هستن برای مواجه که اصلا از فلسطین جمع کنند برن کار رو اینجا کشیده پیامی که آقای قاهانی داد پیام هوشمندانه بودن که ما در جنگ اخیری که با قزه رژیم سینوسی داشت ما از خواستیم خیلی زیر ساختار رو نزنه چون قرار از اینا استفاده کنن یعنی رو گاه برقه قرار خود فلسطینیا استفاده کنن اگر هر چی که از فرودگاهی و فلان اینا و خب اوکراین یهودی زیاد داره رژیم حتما اقدام خواهد کرد بر انتقال اینا به اسرائیل نکته دیگه این که حتما موجب افزایش قیمت نفت میشه این برای ایران خوبه و غربی رو در برجام در فشار قرار خواهد داد بالاخره اگر نفت ایران وارد چرخه فروش بشه و عرضه جهانی بشه قیمت حتما پایین میره ایران کشوریه که روی کشورهای نفخیز تأثیر مستقیم داره مستقیم و غیر مستقیم داره یعنی هر قطر نفتی که از خواهر میانه بخواد بره بیرون یا مستقیم زیر نظر ایرانه یا زیر نظر نیروهای نیابتی ایرانه از این جهت خوبه همیشه هر موقع این روسیه و آمریکا درگیره هم بشن به نفع ماست از این حیث من دارم عرض میکنم بر من مبنای منافع ملی دارم عرض میکنم در واقع بارها گفتم تام روسا ایران رو یه کشور ضعیف میخوان که دوست نند در جنوبشون کشور قدرت بگیره که به آبهای گرم با آبهای آزاد اینطور دسترسی داره خودش نفت داره خودش وسعت داره خودش منابع غنی داره چهار فصل جمعیت زیاد داره اما اونقدر ضعیف نشه که دست غربی ها بیفته اما وقتی توی تنگنا روسا قرار میگیرن مجبورن باج بدن این در واقع فرصتیه مثل شبیه این اتفاق زمانی افتاد که در جریان جنگ اوسیتی های جنوبی هم 2008-2009 بود الان حضور ذهن ندارم به نگاه کنید خدمت شما عرض بکنم که ما خیلی تحت فشار بودیم وقتی اونجا جنگ در در گرفت اصلا آمریکا و روسیه جوری درگیره هم شدن که مسئله ایران باز در واقع فرصت تنفس پیدا کرد و خب چینی ها پشت سر روسان چون میدونن مسئله بعدی تایوانه و دریا چین جنوبی آمریکا ها میدونن توی هفتادم سالگرد ناتو وقتی جشن گرفته شده در واشنگتن فکر کنم مایک پنس بود یا پومپه بود که از این الان حضور ذهن ندارم برگشت در اعلام کرد که بزرگترین مسئله ناتو در چند سال پیش رو چینه نباید اونو ما بتونیم حلش بکنیم خب پس اینا الان چین و روسیه وقتی براشون درجه و ذریب اهمیت بگیره دیگه اون فشار و فورس و زوری که میتونن سر ایران بزنه خب طبعا کمتر میشه و میدونید بالاخره ما کشور صادر کننده نفتیم در دولت جدید تقریبا به میلیون بشکه <applause> رسیدیم فروش نفت داریم رد میکنیم هرچی قیمت نفت بره بالاتر خب برای ما خوبه و حسمون از بازار جهانی سخت میکنه و نیازی که وجود داره به انرژی رو دهان کشورهایی که میخوان از ما انرژی بخرن رو باز میکنن و اینکه در مقابل تحریم ایران مخالفت میکنن این خب فرصت در خوبی خوبیه که حالا داره فراهم میشه اتفاقات توی شبکه‌های اجتماعی افتاد و خیلی پر سر و صدا بود از صوتی که منتشر شده بود دوباره یعنی در واقع پروموت شد و بالا اومد بحثی یک سری از بحثایی بود بین خود بچه های انقلابی بود توی شبکه های اجتماعی حالا من چون واقعا حالا مساعدی نداشتم نمیتونستم خیلی با کنش نشون حالا در حد یه توییت اینا کنشگری خودم رو نشون دادم خب اینا فرصت میخواد حالا واقعا اینا بگم برخی از این مسائل حالا حداقل بنده اونجا که من اطلاع دارم خیلی از مسائلی که داره طرح میشه الان تو شبکه اجتماعی واقعا صحت نداره احساس میکنم ایده شهوت پاسخگویی دارن و شهوت دیده شدن دارن بدون اینکه از همه زوایا و بالا پایین مطلبی اطلاع داشته باشن همینطور دارن واکنش نشون میدن اینا حواسون باشه این حرفایی که داریم میزنیم در آخرت باید پاسخ بدیم و بدیه شبکه های اجتماعی اینه که وقتی شما حالا دلی یه نفر میشکنی در مورد یه نفر یه حرف میزنی غیبت میکنی میتونی بری حضوری ازش اصخایی کنی اما شبکه شبکه اجتماعی شما یه توییت میزنید یه حرف میزنید عمومی پخش میشه چه جوری میخواید برید همه رو پیدا کنید اینا رو پاسخ بگیرید و یه خورده نگران در واقع این مسئله هستم یه دیم من دیدم حالا من که میدونید بحث وحدت برام اولویت داره و از سیر اهل بیت اینطور یاد گرفتم <applause> نه, حالا یه وقت دیدم از این ایامم تو شبکه‌های اجتماعی سه شلوغ میکردن حالا و شهر بی قانون قورباغه هفتیر کش میشه اینا هم حالا <applause> ان در اسرع وقت پاسخ مناسب خودشونو رو خواهند گرفت و فکر نکنن که میتونن با دروغ و نمیدونم اینجور رفتارها و این حرفها ذهن <applause> مردم رو جابجا کنن اتهام بزنن و نمیدونم تهمت بزنن بجن که پاسخگو باشن بابت کسافت کاری های که کردن بیان مدعی هم باشن این خیلی عجیبه دیگه واقعا این واقعا نهایت پری و وقاحت برخی رو نشون میده <تصفح> حالا اینا هم به وقتشون حتما پاسخشون رو میدم و در مجموع عرض بکنم که خودتون رو خیلی درگیر مسائل جز نکنید شاید براتون یه عادت شده توی چه میدونم توییتر رو حضور پیدا بکنید و حالا مثلا حتما یه نساد به این مسئله یه واکنشی نشون بدید نه اینا واقعا زوایای پنهان فراوان داره که شما نمیبینید حتما پشت سر این مسائل دستگاه های امنیتی هستن نه فراموش نکنید حالا یکی از این امنیتی های سابق سر ماجرای سریار چرنوبیل چقدر واکنش نشون میداد و قصه چرنوبیل چی بود؟ قصه این بود که دولت شوروی یک مسئله رو پنهان کرد و با پنهانکاری به مردم زهر زد و جالب می‌بینیم در همین ماجرای چرنوبیل اتفاقاتی مثل هواپیمای اوکراینی میفته تو کشورمون و یک فشاری که واقعا همین اتفاق می‌خواست اگر در واقع اون دستور رهبر انقلاب نمی‌بود مبنی بر اینکه صادقانه برید مطلب رو مردم در میون بگذارید بعدها چه سوء استفاده‌ای می‌شد است. بگن پنهان رو کاری کردن و چه و چه و چه هم بدونید که اینطور نیستش که یه صوتی همینطور از خودش بره بیرون و نمیدونم یهو دوباره پروموت بشه و بیاد پایین و, و در این که فساد هم بده که اصلا حالا باید براجم اینو مفصل صحبت کرد واقعا چون هرس کردم زوایای پنهان خیلی داره که حالا بخشش مثلا من همون دو سال پیش اینا با خبر شدم یا به مورد زمان با خبر شدم بعضی از مسئولین جلسه داشتم واقعا ازشون توضیح خواستم خدمت شما عرض بکنم که بالا پایین داره یعنی تو باید حرفه نه حرفشون رو شنید اینجوری نیستش که شما فکر کنید یک طرفه هر کرد چه اومد اینجا نمیدونم افشاگری کرد حتما درسته نه واقعا اینطور نیستش هر واقع و بالاخره مساله کشور هم باید دید منافع کشور رو باید دید شرایط کشور رو هم دید و در مجموع همین ها رو سنجید به یک نقطه در رسید حالا ببینیم آقا چه وزنی باید داشته باشه این حرفی که داریم میزنیم چه مسائلی باید گفت چه مثلا؟ اما در مجموع که حالا بنده که مستحصر هستی من طرفدار شفافیت هم معتقدم اگر شفافیت باشه اگر سواد رسانه بالا در مسئولین اون باشه در مردممون باشه اصلا این مسئول شکل میگیره این که روایت اول همیشه باید یاد بگیریم خودمون انجام بدیم و فراموش نکنیم مذهب ما و دین ما به ما یاد داده ان نجاتو فی نجات در راستگویی و صداقت با مردممون باید صادق باشیم خودمون بیایم بگیم به مردم بگیم بگیم آقا اینجا این عشق رو کردیم اینجا این اشتباه کردیم اینجا این نقطه قو... نقطه قوتمون چه نقطه ضعفمون بود ان <applause> نسل الدین ملوکه مردم هم خوششون میاد و به همون طریق خواهن رفت و فساد بعد از هر جا میخواد باشه هم قبیه و مزمومه و باید پاسخ دیرفت اگر این فساد در مجموعه هایی که مذهبی ترن و به انقلاب نزدیک ترن صورت بگیره بنده معتقدم بارها عرض کردم که باید دو برابر پاسخ داد قرآن به ما یاد داده میفرماد که زنان پیامبر اگر خطا کنن دو برابر باشن حساب کنن خب ببینن اینا چه گناهی کردن میگم خود زن پیامبر نشن یه نفری که آخون شده روحانی شده دیگه نمیتونه هر کاری انجام بده شاید کاری مردم عادی انجام بدن یه بستنی تو دستش نمیتونه بگیره تو خیام رو بستنی بخوره یعنی آخون در نگاه کن حالا بقیه باشن ایرادی نداره بالاخره میخواست روحانی نشه میخواست پاسدار نشه میخواست هیئتی نشه شما من چند بار عرض کردم این همه کارناوال و قصه و داستان و اینا برگزار میشه جشن و دربی و فلان بعدش کلی آشغال میزن رو زمین انگار نه انگار شهرداری جمع کن اما شما نگاه کن یه هیئت برگزار میشه چهار تا چنم قاشق یه بار مصرف یفته رو زمین و اینا چطور تو بوقو کرنا میکنه؟ خب بله یا حالا که میخوای حیاتی باشی باید بیشتر مراعات کنی باید بیشتر مراعات بشه و باید محکم پاسخ داده بشه چون کمشم در مجموعه که به انقلاب وابستن به دین وابستن کمشم زیاده و یه دونش هم زیاده و الا ما مجموعه داریم اصلا در کشور وزارت های داریم تو کشورم که اصلا با فساد شکل گرفتن حالا <laughs> یه اسم نبریم شما هم مثلا چه میدونم وزارت نفت رو نگاه کنید از دکل به اون عظمت گم شده نمیدونم من شما از کنم استات اویل یه یه گوشه کارشه اون طرف نمیدونم کرسنت یه گوشه کارشه چه میدونم حتی تر ماجرای خوزستان و خشکی خوزستان هم میگفتن اینا به خاطر های نفت نمیدونم یعنی نمی از اثرات و محیط شما بگیرید الا ماشاءالله تو گم شدن دکل و حقوقای نجومی و نمیدونم فضای عجیب غریبیه خب <تصفح> اما خب تاکیدم بر اینه که همونطور که عرض کردم اینا زوای پنهان داره و یه دیر من میبینم واقعا شهوت اظهار نظر دارم من نمیدونم اون دنیا چطور میخواد جواب بده بعضی از اینا من دارم میبینم الان دارم توییتر رو میخونم مطالبو میخونم بعضی از این پست تلگرامی و این واتساپی و چه میدونم که پخش میشه رو دارم اینا مثلا بیان دروغه و ان اینو خبر ان ندارن و اینم بهتون بگم یه سری از این بچهایی که من میگم جوجه رسانه ای ها. حالا در واقع یه اکانت تو توییتر داره و یه کانال مثلا ده بیس هزار تایی داره حالا نمیگم هر کسی کانال ده بیس هزار تایی داره مثلا جوجه رسانه است نه من اینا خبر نداره اینا مورد سوء استفاده برخی از امنیتی فاسد قرار میگیرن یعنی شما باید به شما خبر نداری دیوی مثلا میبینید که چه بسا مثلا ایام و محاکمه کسی داره نزدیک میشه و فراهم میشه و در واقع یه دونه اینجوری میزنن که یه عده حساب کار دستشون میاد که اگه بخواد ما رو محاکمه کنید ما از این صوتا زیاد داریم و ما از این حرفا زیاد داریم این موارد متعدده و این نکته هم این که مسئول نظام برای این عصر جدید آمادگی نداره اینا مدلاشون مدلای مودلاش خدمت شما هست کنم قدیمیه همسر ماجر صوت ظریف همسر این صوت جدید که البته این دو سال قبل پخش شده دا واقعا قدرت رسانه‌ای دشمن رو نشون میده که چطور میتونه یه صوتی که بار پخش شده بود و یه بار, یه بار اینا موج، روی این موج رفته بودن و بعد دو سال دوباره یک جوری میارن که اصلا که انهو من چندین نفر برام همینطور میفرستدن حالا من اصلا هم حالم خوب نبود همین گفتم بابا من اینو شنیدم دو سال پیش بعد گفتن نه جدیده گفتم بابا این همونه دوباره نشستم گوش دادم <applause> دیدم که بابا این که همون قبلی است <applause> و این خیلی مهمه ها که چقدر اونا عوی و این طرف هم همیشه دیر جواب دادن و فکر میکنن زمان چیز گذشته زمان این دوره که مثلا حالا شما صداشو در نیاره بی نداره دامن نزنه چوب نزنید این گل تعهوز بالا نیاد حالا من میگم گل تعهوز شما خودتون تا آخر ماجرا بخونید خب نه دوره این بحثا گذشته دیگه الان دوره شفافیت دوره روایت اوله دوره این کسی که زودتر از همه توضیح بدین اما بفهمید دیگه به چه زبونی باید به شما گفت چند بار باید یه مسئله براتون اتفاق بیفته بلا سرتون بیاد <تص> ضربه بخوردین دین مقدسات که بخواد متوجه بشین دشمن این چقدر قوی میتونه یه مسئله که اگه پرمهری پرید ندونید اینو والا دو سال دیگه دوباره همین صوتی رو همین باز باید بردارن یه مدل 15 دقیقه توش مثلا در بیان دوباره بدن بیرون بس که این طرف گیجی و گنگی و پکری دیدن خدمت شما عرض بکنم که و همین دیگه یعنی باید مراقب بود دقت کرد و, و فراموش هم نکرد که وقتی به تمام زوای مسئله آگاه نیستیم حداقل من اون مسئله شرعیش رو رعایت بکنیم اینطور نیستش که بدونیم عرض کردم مواردی است که مثلا حالا من خودم برام مسجل شد و پیگیری کردم مثلا میرم حرفایی دارم میزنه آدم متدین دارن حرفا رو میزنن عجیبه برام تو من که مطمئنم دغدغه دق انقلاب دارن چون دیدم کنشگریاشون اینا درست نیست و الزاما راست و درو قاطیه و معمولا مدل خود من اینه که میذارم وقتی یک مسئله از هیجاناتش کاسته شد و یه خورده فروکش کرد اون موقع بعدا منطقی بهش میپردازم و یکی این فضا منطقی الان فضا در واقع احساسیه و یه خورده باید مراقبت کنید بیشتر هم همون بحثم بحث اینه که بحث اخلاقی و شهریه حالا منافع ملی هم که دیگه سر جای خودش در واقع مسئولین ما تربیتشون تربیت گذشته است و در واقع نمیفهمن که هر جای دیگر حرفی رو نباید بزنن وسایل ارتباطی هست دونم گوشی موبایل ریکوردر شنود نمیدونم چه آقا بابا <تصفح> چه در ماجرای صوت ظریف چه اخیر بس حتما صوت های دیگه هم در راهه هستن شما شک نکنید چون اینها اون تربیت امنیتی درست رو نداشتن و متوجه نیستن حالا حرفایی که زده میشه شما خیلی وقتا میبینید تا این مسئولی کشور, کشور خارجی پرتکل هایی دارن سخنرانی میخوان بکنن رو کاغذ سخنرانی میکنن میگن یعنی آدمی زاده. یک لحظه یک کلمه ای رو جابجا جا بگه یک مسئولیتی رو برای کشور به بار میاره یک ممشد بار حقوقی نداشته باشه بار رسانه ای داره خب اینو باید متوجه باشن که خدمت شما عرض بکنم اون عرصه گذشته من احساس میکنم تربیت اینجوری نشدن و بلد نیستن این به معنی کتمان نیست نه از غذا عرض کردم در یک حکومتی که عاقله صادقه اینو بدونید اصلا اون توصیه های امیر هم بذارید کنار این که واقعا پدر شفافیت دنیا جهان امیر المومنینه که میفهمد همه رازها رو من همه مسئله رو با مردم در میون میذارم مردم رو باید مشارکت داد به مردم گفت مردم منطقی بار میان عاقلانه بار میان میان هر جایی میتونه فساد رخ بده هر جا پول باشه نظارت نباشه فساد رخ میده بچه پیغمبرم باشه اتفاق خواهد افتاد خوب بدونید بسیاری از این فرقه ها و اتفاقاتی در طول تاریخ تشعی افتاد اینها کسانی بودن مثلا مثل جریان واقفی و همسال هم اینا کسایی بودن که وکلای امام محسوم بودن به <تصفح> نیابت <تصفح> وجوهات رو جمع می وقتی امام از دنیا رفت به شهادت رسید می پولو به امام بعدی ندن برای اینکه پولو بیش خودشون نگه داشتن گفتن ما نمی‌دونیم امام بعدی که برای ما مسجل نیست تو امامی و فرقه ساختن خب و هر جا پول باشه همینه میشه شما بسپوری به خود طرف بگی آقا همه پول دستت و خدمت شما نظارت درست هم نباشه <applause> برخی از این کسایی که باشون برخوردم شد دو سال زندان هم هستن نه. برخی از اینا جرمشون در واقع اینه که سوء مدیریت داشتی شاید طرف بر خودش هم پولی بر نداشته باشه اما خب بی خود کردی بیجا کردی تو زیله حوزه مدیریتی تو خیانت به تولمال صورت گرفته و <applause> از این هم زیاد داریم موارد این شکلی که باید یه فکر اساسی کردم مسئولین تراز انقلاب باید این, این همه روی، بند روی حکمرانی و تربیت حکمران دارم تاکید دارم این سالها دارم عرض میکنم این که قواعد باید درست بشه زوابه درست بشه این که ریشه های فساد به صورت قانونی و اصولی و با شفافیت خوشکنده بشه الان واقعا من خودم <coughs> شرم‌آور برام واقعا وقتی میدم که مثلا این مجلسمون اینقدر تایم ازش گذشته و هنوز بر بهانه شفافیت رد میکنه دلیلش هم, هم به شما میگم چیه حقیقتش اینه که آقای قالیباف میدونه نماینده های شهرستان رای نخواهند داد به شفافیت نماینده شهرستان شفافیت کارشون رو سخت میکنه شما دیدید که یک روحانی هم اومد در تلویزیون از مخالفان این نوع شفافیت بود می گفت این گروه فشار رو تقویت میکنه منظورش از گروه فشار این آدم منظورش مردم بودن خیلی عجیب بود برای من هم موقع توییتی هم زدم خب خیلی هم وایرال شد چرخید اینو نمیخوان به مردم پاسخگو باشم پاسخگویی بدشون میاد و میدونه غالبا اگر این بیاد توی صحن و رای نیاره آبروش رفته <تصف> آبروی مجلس رفته برای همین هی دارن برای زنی میکنن و پشت سر با این ها صحبت میکنن و نمیدونم چه و چه و چه و فلان اینها که در واقع مطمئن بشن زمانی اینو بیارنش توی سرمایه یک ماه بیشتر الان تو دستور کار روزانه مجلس و اینکه نمیاد اینو میترسن واقعا میگم میاد رأی نمیاد آبرویسیتمون میره و یه جریانهایی هم در جریان رسانه وقتی کار بلد نیستن خراب کاری میکنن همینه توی این تحریم که نوشته شده بود در واقع نکته بود که اون دغدغه نماینده شهرستان مثلا لحاظ شده بود خب اونتا نه اینجوری که به شفافی ضربه بزنه و نه اما انقدر فشار در واقع غلط در واقع رسانه دی آوردن که نه این چه این چه بندیم بند باید حذف بشه نمیدونم فلان بشه مثلا اصلش رفت زیر سوال میبینید این حقیقتا اینه یعنی یکی از عزیزان که در جمعوری امضا نقش داشت میگفت من وقتی میرفتم امضا میگرفتم میگفت تک تک اینا والا اسم نمیبرم اونم کجا بود برای خود من میگفت میگفت هر کدومش میخواستم امضا کنم گفت ببین من امضا میکنم اما این بند باشه من رنگ نمیدم ها اون این تبصره باشه من رنگ نمیدم ها میگه من نگاه شیر بیال و ما اشکمه خب و راهکارش هم اینه که به نظر من ما به نماینده های شهر خودمون ازشون بخوایم فشار که نگم فشار بیاریم چون واقعیتش اینه که ما فشار باید بیاریم یعنی مطالبه کنیم ازشون بخوایم ببین بالاخره تو حروم اون رأی که ما بد دادیم ما تو رأی دادیم که نماینده ما باشیم ما میخوایم نمایندمون اینجوری باشه و با به توشه ما میخوام نمایندمون اینطور باشه اونم این که شفا... این نامه شفافیت داوطلبانه رو بر امضا کنه هر کسی این امضا نکنه دور بعد رای نخواهیم داد این عدسون برمیاد و تا جایی هم که میتونیم باید تو رسانه بهش فشار بیاریم یعنی آب رئیسیتی همچین کسی کذاب دروغگو از نظر من کسی که این کار انجام میده دروغ گفته دیگه حالا بعد شفافیت دادن اومدن الان در زدن زیرش بعد این کار کرد شما اون اون نامم داوطلبانه از مجلس خواسته که آرایشون رو در اختیار عموم مردم قرار بده خب خیلی خوبه اگه کسی اون امضا نکرد یعنی شفاف نیست و دور بعد امکان نداره رای بیاره <تصفح> و تو این دو سال هم که حالا چه میرم دو سال چقدر دیگه مونده تا انتخابات مجلس فکر نکنه خیالشون راحت شما ما اینا رها نخواهیم کرد بنده سال 94 بود یا کی بود راجع به شفافیت صحبت کردم عمرمو گذاشتم برای این من از عمر خودم نخواهم گذاشت خدا یک بار فرصت زندگی کردن به ما میده تو این دنیا که به نه حسن استفاده و مدل بنده این نیستش که یه باری رو زمین بمونه یعنی حتما باید به مقصد برسه حالا ممکنه زمان ببره دیروزود داره سوخت و سوز نداره یعنی من اگر هر روشی رو که بتونه دستم بر حالا تو منظور سر روش یعنی قانونی و اصولی و منطقی حتما استفاده خواهم کرد و مطمئنم شفافیت تصویب خواهد شد روزی خب هرچقدر ما درسته انجام بدیم و مردم رو بهتر بتونیم آگاه بکنیم و این باید یه ای مطالبه عمومی و یه انگیزش باشه یه جوشش باشه به جوشه و ما هم کوشش کنیم اون موقع حتما تصویب خواهد شد و یه گام بزرگی در مقابل با شکلی هر نوع یعنی سر این برونده یاس شما میبینید میگن که آقا فلان تاریخ یه چیزی رفته بود تو فلان کمیسیون مجلس لاریجانی چرا در و مثلا انجام نشده و اگه شفافیت بود میفهمیدیم چرا نشده دیگه خب میبینید اینکه عرض می کنم که من این تسبیح اصلاح نظام رو دونه اولش شفافیت میبینم <applause> به خاطر اینه که خدمت شما عرض بکنم خیلی فکر کردم همه جا از مجلس و بعد از مجلس بقیه نهات ها همه باید شفاف بشن همه از نهات های خدمت شما عرض بکنم دولتی قوه قضایی ستاد اجرایی بنیاد مستزفان همه جا همه باید شفاف بشن کسی که پاکه واقعا چه با از محاسبه داره ها بگرید هر چقدر دوست دارید بگرید خب این و برعکسش بد بشه الحمدلله یه سری از مسئولین که حالا لطف دارن و رفاقتی هم ما باشون داریم دوستی هم باشون داریم همیشه تو جلساتی که ما باشون داشتیم وقتی از من پرسن نظرت چیه من گفتم شفافیت و من امروز دارم میبینم که اینا خودشون داوطلبانه مثل شهردار محترم کرمان مثل سید میاد صالحی ده. مسئول راهن جمهوری اسلامی مدیر عامل راهن خودشون داوطلبانه شروع کردن این سری کارا رو انجام دادن دیروز من با خبر شدم شهرداری سبزوارم اومده داره این کار انجام میده همینطور بعدش شهرداری یزد و خب این خیلی اتفاق خوبیه میبینید این اون جوشش است حالا این طرف هم باید کوششی شکل بگیره باید حمایت بشن و شما داره میبینید همین امروز اگه نگاه کنید میبینید شهردار کرمانه که بر مردم تبدیل شده به قهرمان اون نماینده ذره شعور و فهمی داشت به خدا قسم اصلا دین نخواستیم تو داشته باشی که اگه تو دین میداشتی دم از انقلابی گری میزنی دین میداشتی میدید امیر المومنین داره اینو میفرماد وقتی امیر المومنین چیزی میفرماد دیگه جای سوال داره برای آدم متدین به این نفر که ادعای شیعه امیر داره و از سمت دیگه بابا شما که هر دفعه هر اتفاق میفته <coughs> پشت سر اسم رهبر انقلاب قایم میشید بابا ایشون هم که تاکید کرد رو بحث شفافیت بابا دیگه خدا وکیلیت بابا اصر حجر که نیستش مردم دارن میخونن حرفاتونو میشنن بابا شرافت داشته باشید آقل اصلا ول کنید نمیخواد قهرمان باشید تو شهرتون آه؟ نمیخواد مردم حال کنن میگن این آدم آدم سالمیه یعنی حتی اینم نمیخواد باشید من با دیگه چه ارس کنم والا چی به شما بگم اگه یه نفر تا هر اینقدر دیگه نه نه شریعت حالیشه نه عقلانیت نه منطق حکم نه حتی معبوبیت خودش نیستن دیگه مزوم عقل نداری اصلا واقعا دفعه بعد بر رد صلاحیتش کنن به عنوان که یه نفری که حتما مشکل ذهنی داره مشاعرش مشکل داره خلوچله رسما به عنوان آدم خلوچل اینو بعد بعد مثلا نمینا اول خلوچلا رو میذارن مسئولیت بگیرن تو مملکت یا نه خب طبعا نمیذارن دیگه اینا حتما به عنوان آدم خلوچل بر رد صلاحیت بشه ببخشید سرتون درد آوردم شرمنده شما هستم روزی سلامتی دارم بر همه شما و خانواده های محترمتون تحجیل در فرج قطب آلم امکان حضرت صاحب زمان سلواتی نرفه